نامه رئیس گروه رابطه با عراق در پارلمان اروپا به وزرای خارجه 27 کشور اتحادیه اروپا. استران استیونسون، 3 نوامبر 2011. اگر ساکنان اشرف به صورت اجباری جابجا شوند، هیچ گزینه‌ای به جز مقاومت ندارند. در ماه‌های اخیر ساکنان اشرف به صورت مسئولانه‌ای به بحران پاسخ دادند. علی‌رغم حق آشکار خود برای زندگی در اشرف، جایی که به مدت 25 سال در آن زندگی کردند، آنها با طرح پارلمان اروپا برای انتقال به کشورهای ثالث موافقت کردند. آنها علاوه بر طرح پارلمان اروپا 7 طرح دیگر به سازمان ملل و آمریکا دادند که شامل استقرار در یک قطعه زمین در اردن یا هر کشور دیگر در منطقه قبل از انتقال به کشورهای ثالث می شود. آنها فقط یک درخواست قاطع دارند که به عنوان اپوزیسیون مشروع هرگز مجبور به سرخم کردن به سرکوبگران فاشیست حاکم بر ایران نشوند و تضمین حفاظت لازم به آنها داده شود. از حق حاکمیت عراق برای توجیه ضرب الاجل ساختگی پایان 2011 استفاده می شود تا زمینه حملات بعدی را فراهم کند. حق حاکمیت به هیچ عنوان نبایستی برای توجیه نقض سیستماتیک حقوق بشر استفاده شود. این ناقض اصل مسئولیت برای حفاظت آرتوپیست. در غیر این صورت جنایات هیتلر در اتاقهای گاز، قذافی در لیبی و اسد در سوریه با حق حاکمیت توجیه می شدند. ساکنان اشرف تأکید کردند که آنها جابجایی در داخل عراق را فقط در صورتی که حفاظت آنها در محل جدید توسط نیروهای آمریکایی و یا کلاه آبی‌های سازمان ملل تضمین شود می‌پذیرند. آنها به صورت بسیار منطقی تأکید دارند که در غیاب چنین تضمین‌هایی اشرف تا زمانی که در عراق هستند از سایر مکان‌ها امن‌تر است. اگر عراق صادقانه به دنبال تخلیه اشرف و خروج ساکنان از عراق است، می توانست با کمیساریا و پارلمان اروپا همکاری کند. اما دولت عراق به روشنی نشان داده است که دستورات رژیم ایران را اجرا می کند که به دنبال نابودی و یا تسلیم ساکنان اشرف است. اگر عراق هنوز قصد جابجایی اجباری ساکنان اشرف را دارد، بایستی مطلقاً روشن باشد که آنها ابداً آماده جابجایی اجباری در داخل عراق نیستند. هیچ کسی نبایستی انتظار داشته باشد که آنها تسلیم یا توطئه‌های حکومت مالکی را علیه جان و حفاظت خودشان پذیرا شوند. اگر آنها به صورت اجباری جابجا شوند، هیچ گزینه‌ای به جز مقاومت ندارند. بیانیه نایب رئیس پارلمان اروپا آلخویدال کادراس، اول دسامبر 2011. مالکی آشکارا نشان داده است دستورات رژیم ایران را دنبال می کند. در برابر توسل به زور برای جابجایی، هیچ کس نمی تواند ساکنان اشرف را از حق مشروع مقاومت منع کند. آنها یک مرگ با شرافت را بر تسلیم ترجیح می دهند. به طور مکرر از تضمین‌های ارائه شده به مقامات ملل متحد و آمریکا توسط دولت عراق می‌شنویم. می‌گویند که با ساکنان اشرف در هر مکان جدیدی که به آن منتقل شوند به صورت مناسبی رفتار خواهد شد. دولت عراق قول می‌دهد ناظران ملل متحد قادر به انجام نظارت‌های منظم خواهند بود. چنین قول‌هایی توسط دولت عراق کاملاً بی‌ارزش است. چند ساعت قبل از شروع حمله در آوریل 2011 که 36 نفر به طرز قساوتباری به قتل رسیدند، ساکنان اشرف یک پیام از نخست وزیر عراق از طریق سفارت آمریکا دریافت کردند که می‌گفت هیچ گونه خشونتی در کار نخواهد بود.
مالکی آشکارا ثابت کرده است که دستورات رژیم ایران را اجرا می کند. این رژیم تحمل اپوزیسیون خود را در اشرف ندارد. از نظر این رژیم آنها یا باید از بین بروند یا به تسلیم ننگالود تن بدهند. در این شرایط سکوت و بیعملی همدستی با یک تراژدی ضد انسانی و کاملا غیر قابل قبول است. در صورت توسل دولت عراق به زور برای جابجایی، هیچ کس نمیتواند اشرفیان را از حق مشروع خود برای مقاومت منع کند. کاملا طبیعی است که آنها مرگ با شرافت را بر تسلیم ننگین ترجیح میدهند. حفاظت ساکنان اشرف با نیروهای کلاه آبی ملل متحد و استقرار ناظران ملل متحد تا انتقال آخرین نفر به کشور ثالث بایستی توسط شورای امنیت ملل متحد تضمین گردد. ما از اتحادیه اروپا می خواهیم این هدف را دنبال کند.